خدمت استاد وحدت نازنین، خیلی ممنون که این افتخار رو به ما دادید که از شبکه تی وی پلاس خدمتتون برسیم و این گفتگو رو با هم داشته باشیم. برای سوال اول ترجیح میدم شما رو سوار ماشین زمان کنم و به گذشته کمی دورتر ببرم. دوره کودکیتون، خانوادهتون، این که چند تا خواهر برادر بودید. الان ما سوار ماشین زمان شدیم دیگه. خیلی خوب. بنزینم که داره و خیلی خوشحالم که این فرصت به من دادید بتونم با شما درد دل کنم، حرف بزنم، حرفای خودم رو بزنم. مال خاک پاک اصفهان هستم. هیچ کس نیست که نفهمه و ندونه که من وحدت اصفهانی هستم. تو فیلم ها، تو تئاتر، هر کجا کار کردم با لهجه خوب اصفهانی، با لهجه شیرین اصفهانی من حرفامو زدم. در تئاتر ها مرتب شاید مثلا 120 تئاتر در اصفهان من کار کردم، 120 نمایشنامه در سالهای مثلا دهه 40 دهه 30 من اومدم وارد تئاتر شدم، تئاتر نصر، تئاتر سپاهان اصفهان. تئاترای اونجا تقریبا هر هفته دو شب، سه شب، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه اجرا میشد، بقیهش میرفتیم تمرین میکردیم برای تئاتر بعد. پدر من برد با سینما آشنا کرد. در 7 سالگی فیلم که تمام شد سالن تابستونه بود. من یه دفعه بلند شدم بریدم رفتم پشت اکران، چون سال تابستانه بود، پشت اکران دویدم رفتم اونجا. پدرم ناراحت شد، با خند اومد پشت، فوراً پشت سر من گفت اینجا چیکار میکنی؟ گفتم بابا کار بد نمیخوام بکنم، فقط اومدم این کلو پهنه رو ببینم، اینا که هفتیر همدیگر میکشتن ببینم. خندش گرفت، گفت اینا اینجا نیستن، اینا گنگ دنیا هستن. انشالله روزی که رفتی گنگ دنیا همه اینا رو میبینی. که بعد به هر حال دعای پدرم مستجاب شد و من برای اجرای چند تا نمایشنامه به اونجا دعوت شدم، برای اجرای فیلم یه اصفهانی در نیویورک دعوت شدم و کارم اونجا شروع کردم. میخوام ببینم نحوه ورودتون به تئاتر به چه شکل بود. با دوستم ارهامسر که آشنا شدیم در اصفهان، با دوستم یکی از این فیلم هایی که ما رفته بودیم تماشا کردیم، ارهامسر هنوز ما آشنا نبودیم.